ترانه علی دوستی با قرار وثیقه آزاد شد. گفتنی که مقدار وثیقه‌ای که برای ترانه علی دوستی قرار دادن حدوداً 1 میلیارده. ویدیویی از لحظه آزادی ترانه علی دوستی است که اون رو با هم مشاهده می‌کنیم. اینجا عکس ترانه علی دوستی در کنار دوستان رو مشاهده میکنی که نفر سوم از راست پدر ترانه علی دوستی هستن و خود ایشون هم بدون حجاب اجباری اونجا حضور دارن و این قاب زیبا رو دارید تماشا میکنید. صبر کنید عکس رو یک مقدار عقب‌تر ببرم. الان بهتر شد. این عکس در زمان آزادی ترانه علی دوستی گرفته شده. دقیقاً 18 روز پیش بود که ترانه علی دوستی به خاطر پستی در اینستاگرام و حمایت‌های پی در پی از معترضینی که در ایران دست به اعتراض زده بودند و حتی از بازداشتی‌ها به خاطر همون مسئله بازداشت شده بود. بعد 18 روز با یک وثیقه 1 میلیاردی خوشبختانه خبر خوشی رو به ملت ایران هدیه کرد و آزاد شد. خانم ترانه علی دوستی در روز 26 آذر وقتی که مامورها به خونه اون اومدن اون رو از خونه به سمت بازداشتگاه و زندان اوین بردن که متاسفانه چند روزی، یعنی دقیقاً 18 روز در اونجا موندگار شده بود. چیزی که اینجای ویدیو میگم از گفته من نیست، ولی در سایت ها و رسانه های داخلی در مورد ترانه علی دوستی و علت بازداشت شدنش اینطوری نوشته. در رسانه های داخلی دلیل بازداشت ترانه علی دوستی گفتن که برخی اظهار نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، و در ادامه سایت های داخلی نوشته و انتشار مطالب تحریک‌آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، چیزی که داخل سایت ایران نوشته و اینجوری گفته شده، در کل به خاطر اتفاقات و اعتراضات اخیر ایران بوده. در عکسایی که بعد از آزادی ترانه علی دوستی از زندان اوین منتشر شده اون روسری به سر نداره و این در نوبه خودش جنجاریه. کسی روسری به سر نداره که در حمایت از اتفاقات اخیر که بخش اعظمش مربوط به حجاب میشد این کار رو کرده. بازداشت اون 3 ماه بعد از شروع طولانی ترین اعتراضات در ایران یک جورایی واکنش های گسترده‌ای رو در داخل و حتی خارج از کشور به همراه داشت. حتی بعضی از بازیگرها یا اون امضای 600 بازیگر که فکر کنم مربوط به آمریکا بود، اینها اتفاقاتی که برای ترانه علی دوستی افتاد و جدای از این همین الان خبر آزادش منتشر شده، حسابی هنرمندان در رابطه با این خبر یه جورایی گول کاشتن و اتفاقات عجیب غریبی افتاد. مثلا نوید محمدزاده با این پست آزادی ترانه علی دوستی رو تبریک گفت. حتی در ادامه واکنش‌ها علی کریمی هم با استوری در اینستاگرام آزادی ترانه علی دوستی رو تبریک گفت و نوشت به امید آزادی همه زندانیان. البته باید بگم که پیج اینستاگرام ترانه علی دوستی از دسترس خارج شده و هیچ دسترسی فعلا به پیج میلیونی خودش نداره. علاوه بر حمایت بی‌نظیر هنرمندان داخلی، هنرمندان خارجی هم در رابطه با ترانه علی دوستی اعتراض کردن و خواستار آزادی سریع اون شدن. در ادامه حتی جدایی از این اعتراضها، گوگوش هم که یک خواننده بسیار مردمی و معروفه در رابطه با ترانه علی دوستی همچین استوری در اینستاگرام خودش قرار داد. همه شما این عکسی که الان روی صفحه میبینید که نوشته زن زیان آزادی، یا بهتر بگم زن زندگی آزادی با کردی، اون عکس رو یادتونه. به خاطر این عکس ترانه علی دوستی فقط در بازداشت نبود. ترانه علی دوستی بعد از اعدام محسن شکاری هم نوشت حالا بنشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. و محسن شکاری هم خب میدونید اولین کسی بود که همین اتفاقات اخیر اعدام شد متاسفانه، و خانم ترانه علی دوستی هم در پستی در اینستاگرام یا فکر کنم استوری
در رابطه با حمایت از محسن شکاری. همچنین افراد معروفی که اسکرین شات های اون رو برای شما میذارم در واکنش از سرانی علیدوستی و آزادی اون، همچنین استوری های گذاشتم که چهره های مطرحی رو داریم اینجا تماشا میکنیم. ببینید چهره هایی که فالوور های میلیونی دارن، این نشون میده که ترانه علیدوستی چقدر در کنار مردم و در کنار هنرمندانی که همه اینجوری برای آزادیش خوشحالن. پس چرا واقعا این هنرمند 18 روز در این زندان سر کرده؟ این هم آخرین استوری. بریم سراغ ادامه اخبار. اون پستی هم که خانم ترانه علیدوستی در این اینستاگرام خودش گذاشت، یک سری استقبال های شدیدی رو در پی داشت و بیشتر هم به خاطر هم که وایرال خیلی شده بود، سر همون قضیه این فردم دستگیر شده بود. خلاصه خانم ترانه علیدوستی یکی از اولین چهره های معروف بود که به خاطر اتفاقات و اعتراضات 1401 ایران بازداشت شد. حتی چهره های دیگه و سلبریتی های مشهور و معروف ایرانی هم مثل علی دایی که چندی قبل دیدیم که خانوادش رو پروازشون رو نشوندن و از اون دست اتفاق ها، و حتی دیدیم که داریم چهره علی کریمی رو خراب میکنن. همه این ماجره ها نشون میده که سلبریتی ها وقتی که از مردم حمایت کردن و از این اتفاق ها صحبت کردن، یه جوری سریعا گرفتار شدن و این اتفاق امیدوارم برای بقیه هنرمندها رخ نده. یکی دیگه از خبرهایی که حسابی جنجالی بود و قلب خیلی ها رو به درد آورد، مرگ مریم سلیمیان بود، دختر هنرمندی که تصاویری از اعتراضات اخیر میکشید. مریم سلیمیان طبق روایت‌های زیادی که مشخص نیست کدوم صحت داره درگذشت. البته بعضی‌ها میگن خودش جون خودش رو گرفته. و مریم سلیمیان هم واقعا امیدوارم که روحش شاد باشه و یکی از تلخ‌ترین خبرهایی بود که در 24 ساعت اخیر شنیدم. البته میگن این خانوم بازداشت بوده و بعد از آزادی از بازداشت این اتفاق براش افتاده، ولی خب میگم صحبت‌های زیادی در رابطه با مریم سلیمیان وجود داره. یکی دیگه از اخبارهای عجیب غریبی که در اینترنت منتشر شد در رابطه با قاسم فتح‌اللهی، یکی از افرادی بود که در سپاه بوده و این فرد در جلوی منزلش بکنم با 4 گلوله کشته شده، که همین چهره‌ایه که روی تصویر می‌بینید. نیام از خبرهای جنجالی 24 ساعته اخیر بود. حالا که خانم ترانه علیدوستی آزاد شده، حتما در کامنت ها جمله برای این خانم بنویسید و بگید که چقدر طرفدارش هستید. امیدوارم که از این ویدیو اون اطلاعاتی که به دست آورده باشید براتون مفید باشه و اون اطلاعاتی که لازم داشتید هم به دست آورده باشید. ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. همین کار انجام واقعا یه دکمه از چیزی نمیشه. خواهش میکنم که زنگوله رو حتما بزنید تا ویدیوی بعدی از همین کانال. خدا نگهدار. امیدوارم که لذت برده باشید.